خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیامی فرستاده به مناسبت برگزاری حج و از کشورهای اسلامی خواسته که گریبان عربستان سعودی رو رها نکنند و فکری اساسی برای مدیریت حج بکنند. حالا همینان گرامی، قبل از اینکه یه فیلم کوتاهی از صحبت‌های علی خامنه‌ای رو براتون پخش بکنم و یا اشاره بکنم به پیامی که علی خامنه‌ای خطاب به رهبران عربستان سعودی و جهان اسلام انجام داده، به یک مسئله اشاره کنم. معمولاً در کشورهای متمدن، حتی غیر متمدن، شما کمتر برخورد میکنید با رهبر یک کشوری که عفت کلام رو حفظ نکنه و در روابط بین المللی در صحبتها و نطقها و نوشتهایی که انجام میده برخورد توهین آمیز با رهبران کشورهای مختلف و یا خود کشورهای مختلف نکنه. این سنت در جمهوری اسلامی متاسفانه شکسته شد و آخوندهای فعلا حاکم بر میهن ما، چه خمینی و چه علی خامنه‌ای و چه دار و دسته چند صد هزار نفری اراذل و اوباشی که دور و بر اینا جمعن، تصورشون از نقش یک انقلابی اینه که دهانشو باز کنه و فحاشی کنه. این فحاشی میتونه از طرف این آیت الگنده ها باشه که ده پانزده متر عمامه رو حرام کردن دور کله هاشون، مثل جوادی آملی که کلمه دیوس رو در مورد مخالفین به کار برده و این کلمه رو گذاشته تو دهان یک عده لات و اراذل که از این دیوس برای همه مقاصد خودشون استفاده کنن. یه عده هنرمند میان میرن در یک جشن شرکت میکنن با همسرانشون، همه محجبه، بر میدارن تیت میزنن این روزنامه های اراذل و اوباش که دیوس کیست. چرا؟ میگن حضرت آیت العظما، آیت الله العظما جوادی آملی، پیشوای بعضی از مسلمانان شیعه جهان، ایشون گفتن دیوس. بنابراین وقتی که ایشون گفتن، ما میتونیم از این لغات استفاده کنیم. حالا علت این که رهبران کشورهای مختلف در مکاتبات، در صحبتاشون عفت کلام رو حفظ میکنن اینه که میدونن اگر رهبر یک کشوری نسبت به رهبران یک کشور دیگه، حتی دشمن، نتونه عفت کلام رو حفظ بکنه، اون سطوح پایینتر جامعه که در بیخبری هستن یا در بیشعوری و بیسوادی هستن، یعنی اصلا حالیشون نیست، بیشعوری آدمای بیسواد رو نمیگم، آدمایی که جزو این اراذل و اوباش دورور جمهوری اسلامی هستن، اونا رو من میگم، و یعنی ما میلیون ها نفر آدم بی سواد داریم از جمله در هند که بسیار باهوش و بسیار به مسائل مملکتی علاقمندن، میمیرن ولی رأیشون رو نمیفروشن. یک اکثریت عظیمی در هند بی سوادن ولی شعور و درک سیاسی دارن. یه نفر ممکنه پروفسور باشه، ممکنه تیتر دکترا داشته باشه، مثل همین داعش و مثل القاعده که میدونید که
بسیاری، همین رهبرشون الزبایری یه پزشک مصریه، ولی ممکنه افکارش افکار ارتجایی و عقب افتاده باشه. خیلی داریم در جمهوری اسلامی، از جمله جواد لاریجانی، تحصیل کرده یه فیزیک اتمی در آمریکا، که از نظر فکری مال قارهای تاریخه. میگه که یکی از مترقی ترین قوانین جمهوری اسلامی و اسلام سنگساره. بیام چون آده میگه احکام نورانی سنگسار. فکر کنی یه آدمی که توی آمریکا درس خونده، تحصیلات کرده، دکترای فیزیک اتمی گرفته، بیا توی مملکت یه همچین صحبتی بکنه. خب شما از یه آدم مثل الله کرم و مثل نمیدونم شورجه و مثل بقیه این عراض لوباش، مثل مسئول دهنهاکی چه توقعی دارید؟ یا نقدی؟ بگذاریم. به خاطر اینه که میگن رهبران تراز اول دنیا عفت کلام رو در روابط بین المللی حفظ میکنن، برای اینکه قشرهای پایین‌تر جامعه از این عفت کلام استفاده کنن و اونا هم حد خودشون رو بدونن. اما در کشور پر از جهل و جنون جمهوری اسلامی، یعنی دولتیان منظورم نه مردم، این نوع صحبت‌ها بسیار متداوله. خمینی هم در صحبت‌های خودش فحاشی میکرد به رهبران کشورهای جهان، حالا کمتر، ولی از زمانی که این رهبر روزخانهای جهان و رهبر واقعی داعش قدرت رو در جمهوری اسلامی در دست گرفته، توهین کردن به رهبران کشورهای مختلف جهان شده برای جزء عادات ثانویه. و جالب اینجاست که درست این ارثیه رو به آدمایی مثل احمدی نژاد، مثل نقدی، مثل رضایی، مثل نمیدونم جعفری و این اراذل و اوباش حلبی به دوش داده و اینا دهانها رو باز میکنن و فحاشی میکنن. حالا یه دولتی مثلا مثل فرض کنید روحانی که یه خورده محاسبات بین‌المللی رو در نظر میگیره و عفت کلام رو حفظ میکنه، در برابر فریادها اینا کاری نمیتونه بکنه. اصلا اصولا من برای شما بگم با این ترکیبی که در جمهوری اسلامی هست، همینان گرامی، رئیس جمهور، مجلس، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، همه بازیچن، همه یک سری تشکیلات احمقانن. اینو براتون واقعا بگم. مثلا آقای روحانی چی کار است؟ میگه من قولایی که در زمان قبل از انتخابات دادم در مورد اینکه حصر خانگی رهبران گروه سبز رو مثل موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی از بین ببرن، این در ید قدرت من نیست، من کاری نیستم. به وزیر ارشادش میگن آقا تو مجوز فیلم میدی به سینماگران، تو مجوز کنسرت میدی، در حالی که مجوز نمیخواد اینا. در همه جای دنیا یه گروه میره موسیقی اجرا میکنه، مگه مجوز میخواد؟ این از بهار آزادیه در ایران. از بعد از بهار آزادی و آزاد شدن ملت دربند، به قول اینا همه چی باید مجوز باشه. حالا میگم براتون، شما میخواین کنسرت بدین، بعد برین مجوز بگیرین که کنسرت بدین. شما میخواین فیلم نمایش بدین، بعد مجوز بگیرین. شما میخواین تئاتر بذارید، باید مجوز بگیرید. میخواید بیاین نسبت به بی حقوقی شما، یعنی اینی که بهتون 10 ماه 11 ماه حقوق ندادن، یعنی اینی که قانون رو در مورد شما اعمال نکردن، حقوق شما رو پایمال کردن، باید برید مجوز بگیرید. حتی در بسیاری از موارد دوچرخه سواری زنان و مردان باید با مجوز باشه. به مناسبت روز پاکی در ایران قرار بوده مردان و زنان با دوچرخه به جای اتوبوس و اتومبیل بیان تو خیابونا، نیروی انتظامی جلوشون رو گرفته، گفته مجوز نداری. حالا بگذاریم.
آقای وزیر ارشاد یعنی پسر آقای جنتی نیم وجبی 600 ساله گفته که ما مجوز رو صادر میکنیم ولی دستگاهی دیگه به حرفای ما گوش نمیکنه. خب من اگر این دولت رو چرخ ششم درشکه نگم پس چی باید بگم؟ دولتی که نمیتونه در مورد زندانیان سیاسی اظهار نظر بکنه، دولتی که در روابط بین‌المللی کاری نیست، هی میگه ما با عربستان، یه روز قبل از این صحبتهایی که خامنه‌ای کرده که من براتون خواهم خون، همین حسن روحانی اومده گفته ما باید روابطمون رو با همسایگان از جمله عربستان سعودی به حال عادی و خوب برگردونه. فرداش مقام معظم رهبری، رهبر روزخانهای جهان، رهبر داعش، واقعی داعش میزنه تو دهن رئیس جمهور و میگه تو کاری نیستی. رئیس جمهور و تیمش میرن در مذاکرات بین‌المللی 5 به اضافه 1 شرکت میکنن زیر نظر خود این مردک رهبر. اون دیکته میکنه که شما چه کارایی بکنید. همه هیئت گفتن، بارها هم گفتن، گفتن کوچکترین مسائل رو رهبری هدایت کرده. حالا رهبری زده زیرش و تقصیرها رو نقطه گردن اینا. اینا هم کلر اینجوری کردن نمیتونن حرفی بزنن. میلیارد میلیارد ثروت‌های مردم مظلوم ایران داره خورده میشه. رئیس جمهور میگه من کاری نیستم، نمیتونم جلوی اینا رو بگیرم. 3 تا قوه مستقل داریم: مقننه، مجریه و قضایی. حالا اون طرفی که اون بالا نشسته چنون اردنگی زده به قانون اساسی که اصلا قانونی دیگه وجود نداره، همه کارا رو اون میکنه. خب در یه همچین مملکتی شما توقع دارید وقتی که او فحش میده، فحاشی میکنه در مسائل جهانی، خب اینا دیگه گوش نکنن، اینا هم این کارا رو نکنن؟ یا مثلا رئیس جمهور بیاد در مورد روابط بین المللی هی صحبت بکنه، هی بره مذاکره بکنه، خب ایشون با یه سخنرانیش همه رو خراب میکنه. عراضه رو باشم که دستشن. کسانی که حمله کردن به سفارت عربستان سعودی و مملکت رو به این فجایع انداختن که همه همسایگان عرب و غیر عرب، چون عربستان پول داره سر کی سر جول کرده، یه کشور مرتجع عین خود اینا، رهبرانش هم دوست عین خود اینا، ولی بازی رو داره میبره. شما فکر کنید که فقط و فقط به خاطر اینی که اراذل اوباش ریختن تو سفارت آتش، حالا یه فیلمشو میبینید، از امیر خواهش میکنم این فیلمو نشون بده. صحنه هایی از همین آتش زدن هست و صحبت هایی از خود علی خامنه‌ای. به این فیلم توجه کنید. ابتدا رسید و باغ منا را برشته سان. حدود 10 ماه پیش مقام های ایرانی در مراسم بازگشت جسد های حاجیان ایرانی از عربستان شرکت کردند. حاجیانی که در حادثه صحرای منا کشته شدند. گرفت آخر انتقام. ایران امسال کسی را به حج نفرستاده. بالا گرفتن اختلاف ها میان دو کشور که حادثه منا یکی از موارد عمده آن بود به اینجا انجام میده که ایران شرایط عربستان را برای اعزام زائران نپذیرفت و این کشور هم اجازه سفر حج به ایرانیان نداد. آیت الله خامنه‌ای طبق معمول هر سال پیامی به مناسبت شروع حج منتشر کرده است. پیام امسال او حمله مستقیم و تند به مقام های عربستان سعودی است. آنها را ناتوان در اداره مراسم حج و گمراهانی روسیا خوانده و گفته مقام های عربستان سعودی دشمنی و کینه خود با ملت مؤمن انقلابی ایران را در زیر عنوان سیاسی کردن حج پنهان ساختند. شیطان های خرد و حقیرند که از به خطر افتادن مطامع شیطان بزرگ آمریکا به خود می لرزند. پارسال کمی بعد از حادثه صحرای منا و کشته شدن حاجیان، آیت الله خامنه‌ای در جمع نظامیان تلویحاً مقامات عربستان سعودی را تهدید کرد. کشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذیت کننده و موذی عکس العمل نشان بده، اوضاع اونها خوب نخواهد بود. ما رعایت ادب اسلامی، رعایت حرمت برادری در امت اسلامی رو نگه داشتیم، ما میتونیم عکس العمل نشان بدیم.
کمی بعد از حادثه منا، در حالی که هنوز تمام جسدهای حاجیان ایرانی شناسایی نشده بود و تنش در روابط دو کشور بر اوج بود، خبر اعدام شیخ نمر از روحانیان شیعه مخالف حکومت سعودی موجب حمله عده‌ای به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران شد. ماشاءالله ماشاءالله. نتیجه آن قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان شد. البته دو کشور با این گونه تنش‌ها ناآشنا نیستند. 29 سال پیش هم در نتیجه تظاهرات حاجیان ایرانی که به درگیری با پلیس انجامید، بیش از 250 زائر ایرانی کشته شدند و آیت الله خمینی رهبر وقت ایران پیامی شدید لعن داد و گفت کشورش هرگز از عربستان نخواهد گذشت. اما ایران پس از مرگ او از این مسئله گذشت و روابط دو کشور تا حد زیادی بهبود پیدا کرد. در ماه‌های اخیر هم بسیاری از چهره‌های سیاسی میانه‌رو و حتی اعضای دولت از لزوم رفع تنش با عربستان سخن گفته بودند. اما فعلا و پس از پیام امروز آیت الله خامنه‌ای، نه تنها نشانی از کم شدن تنش در روابط دو کشور دیده نمی‌شود، بلکه لحن تند آقای خامنه‌ای نشان از ریشه ای شدن اختلاف‌ها دارد. این فیلم ملاحظه کردید؟ حالا اجازه بدید من به قسمت‌هایی از بیانیه علی خامنه‌ای خطاب به مسلمانان جهان خدمتتون عرض بکنم. اولا من اینو بگم براتون که این رهبر مسلمانان جهان رو که اینا به اسم علی خامنه‌ای اضافه کردن، هیچ کس در جهان اسلام علی خامنه‌ای رو به عنوان رهبر مسلمانان جهان قبول نداره، نمیپذیره. فقط شیعیانی هستن که این عنوان رو به او میدن، مثل حزب الله لبنان، مثل حوثی ها و کسانی که در بحرین یا عربستان هستن. چرا؟ برای اینکه اونها از نظر مالی از جمهوری اسلامی پول میگیرن، درست مثل حماس. به محض اینکه این پول ها یه ذره شل میشه و اینا در فشار مالی قرار میگیرن و نمیتونن پول بدن، اونا رفتارشون عوض میشه، مثل حماس رفت طرف عربستان سعودی. حماسی که میگه در خط مقدم جبهه داره بر علیه اسرائیل میجنگه، حالا با روابط نزدیکی که بین عربستان و اسرائیل به وجود اومده، با وجود این رفته طرف عربستان. بعدم برای این که ظاهر حفظ بکنه، یه گاه و بیگاه یه حملاتی هم به عربستان میکنه که بعضی از جناها در عربستان روابط نزدیک با اسرائیل برقرار کردن. چرا؟ برای اینکه عربستان پول میده، عربستان میلیاردها دلار داره در اختیار کشورهای مختلف میذاره که یکی از شروطش اینه که با جمهوری اسلامی جنگ و جدال بکنه، روابطشون رو قطع بکنه. حالا علی خامنه‌ای در قسمتی از نوشته خودش تاکید کرده مقامات عربستان سعودی در هر دو حادثه منا و سقوط جرثقیل در مسجد الحرام مقصرن و گمان عمدی بودن حادثه نیز از سوی برخی صاحب نظران مطرح شده، اما دلیلی نمیاره، میگه مطرح شده. علی خامنه‌ای مدعی شده که به گفته او ماموران قسی القلب و جنایتکار سعودی مجروحان حادثه منا را به جای درمان و کمک یا حتی رساندن آب، همراه با کشته شدگان این حادثه در کانتینرهای دربسته محبوس کرده و باعث مرگ آنان شده. حالا اینا رو میگه علی خامنه‌ای. در پیام خود نوشته که به گفته او بوغهای تبلیغاتی و پادوهای مطبوعاتی عربستان سعودی تلاش بیهوده میکنند که جمهوری اسلامی را در محروم سازی حجاج ایرانی از حج امسال متهم نشاندند. وی از مقامات عربستان سعودی به عنوان حکام فتنه انگیزی نام میبرد که با تشکیل و تجهیز گروه های تکفیری و شرور دنیای اسلام را گرفتار جنگ های داخلی و قتل و جرح بیگناهان کردند و یمن و عراق و شام و لیبی و برخی دیگر کشورها را به خون آغشتند. حالا این هیچی. در موضوع حمله به سفارت عربستان سعودی پیشتر رهبر جمهوری اسلامی به شدت از متهم کردن افراد حزب اللهی به تندروی انتقاد کرد. یه عده لات و بی سر و بی پا دیدین تو فیلم ریختن
سرزمین عربستان رو، یعنی سفارت و کنسولگریش رو، مثل سفارت عرب آمریکا، مثل سفارت انگلیس ریختن تو، اشغال کردن، دزدی کردن، بعدم برای اینکه دزدیاشو معلوم بشه آتیش زدن. خب نیروی انتظامی هم وایساده سیگار میکشتن افرادش، به به و چهچه میکن، دیدید داد میزد ماشاءالله، یعنی آتیش بزن. اینا رو گرفتن. ببینید دادگاه چی گفته. سخنگوی قوه قضاییه، یعنی اون جنایتکار اژه‌ای، اعلام کرده حمله کنندگان به سفارت عربستان سعودی به دلیل خشمی که از اقدامات حکومت این کشور در حادثه منا داشتند می توانند مشمول تخفیف مجازات باشند. یعنی شما میایین میزنی یه آدمی رو میکشین طبق قوانین جمهوری اسلامی، خب بعد معلوم میشه که این آدم دو تا اعلامیه هم پخش کرده، بعد دادگاه میگه به دلیل خشمی که شما از کار این در پخش اعلامیه بر علیه جمهوری اسلامی داشتین، خب بنابراین ایشون رو کشتین دیگه، حق داشتین. در یک حکومت مجنون، در یک حکومت که همه دیوانن در رأسش، مردم رو نمیگم، در رأس یه عده آدم های عقب افتاده، چاقوکش، دزد، میبینید که دائم دزدی ها در میاد، در شهرداری، در هیئت دولت، در حقوق ها، در پول کارگران. بعد تبرئه میشه در دولت. بعد یه بدبختی از یه میلیون میدوزه انگشتاش رو قطع میکنه. اینی میگن عدالت علی، اینی میگن حکومت آقا امام زمان. خب مگه شما یه حکومت اینطوری نمیخواستین؟ بهار آزادی دیگه، بهار آزادی آوردن توی مملکت. همینطور شما مشامتون پر از آزادی، پر از آزادی. خب اینا این کارا رو کردن. مفتی اعظم عربستان سعودی در واکنش به همین پیام علی خامنه‌ای گفته ایرانی ها مسلمان نیستن. این مقام عالی دینی عربستان در سخنانی که روزنامه مکه آن را بازتاب داده، ایرانی ها را فرزند مجوس ها خوانده و افسوده که دشمنی آنها با مسلمان ها خصوصا با سنی ها مسئله قدیمی است. میدونی که اصطلاح مجوس به زرتشتیان ایرانی میگفتن که آتش، میگفتن اینا آتش پرستن، در حالی که آتش برای ایرانی ها به دلیل نور روشنایی مقدس بود. اونا که حالیشون نبود، ولی اینا هم کاری کردن که به ما میگن دوباره مجوس، دوباره میگن این شیعیانی که خودشون یقه درونی میکنن، میگن اینا مسلمون نیستن اصلا، بنابراین خونشون مباحه. کار به اینجا کشیدن. همین شما در عقب افتاده ترین کشورها وقتی میرین پاسپورت ایرانیتون نشون میدید، باید تحمل شدیدترین توهینا رو به خودتون داشته باشید. اینم از برکت جمهوری اسلامی. پاسپورت جمهوری اسلامی رو بذارین جیبتون، برین تو کشورهای آفریقایی، برین تو کشورهای خاورمیانه، برین تو کشورهای عربی، ببینید باهاتون چه رفتاری میکنن. براشون هم مهم نیست که شما مخالف اونا باشید یا موافق. حتی تولدتون در تهران، تبریز، مشهد، اسمشو ببینن، مثلا محل تولد ایران، مشکل داره. من خودم در امریکا میخواستم برم به یه منطقه، اسم حسین فرجی من صدا کردن، گفتم بیا به اصطلاح اینا حراست سکوریتی. رفتم و اینا انتظارشون یه آدم ریشو به اسم حسین دیگه. ببینم وقتی دیدم من مثل خودشونم، به من اجازه دادن که برم قاطی مسافرا بشین. اینو خودم تجربه کردم، همون موقع هم بادم در تلویزیون گفتم. بله، اما در این کشور آزاد که آزادترین کشور جهانه به قول خودشون، احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری، اگه یه آدم با شرف تو یه دونه فقط بود اونم منتظری، گذشتهشو بذاریم کنارا، اون کارهایی که کرد در دو قدمی قدرت بود، ولی به خاطر وجدانش که شما در اینا نمیبینید، وجدان در بین این آخوند ماخونده اصلا صحبتشو نکنی، شرف، وجدان، رحم اینا نیست. این آدم آمد چهار تا جانی درجه یکو آورد، گفت آقا اسم شما به عنوان جنایتکاران در تاریخ میمونه
و من به خاطر اینکه حالا روش نمیشد دیگه، هنوز معاون خمینی بود، اسم امامم به عنوان یک جنایتکار ثبت نشه، دارم به شما میگم بس کنید، الان محرمه، این 200 نفری که مونده اینا رو نکشید. اینا میگفت اجازه بدین 200 رو بکشیم، مثل که میخوان گوسفند سر ببره. بعدن میام خدمتتون صحبت میکنیم. بعدم به دروغ گفتن ما نبودیم، هر کدومشون سکوت، سکوت کامل، تا اینکه این مرده که وزیر دادگستری مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، گفت من به این اعدام ها افتخار میکنم، کسی که گفت بود من نبودم، و یک شبم ناراحت سرم رو زمین نذاشتم، راحت خوابیدم، یاد حرف خلخالی افتادم. چون اینا اگه یه وجدانی داشتن یا شرفی داشتن، شما حتی یه مرغ هم میکشین شب ناراحتین، هزاران نفر رو میکشن میگه من شب راحت خوابیدم. خب معلومه شما ها رگ ندارید، شما شرف ندارید، شما ها وجدان ندارید. اگه داشتید بین 5 تا 20 هزار نفر آدم رو کشتین شب راحت خوابیدی؟ و تازه سکوت، نه بین این اصولگرها، بین همشون، همشون سر تا پا یک کرباسن. دیدید که حسن خمینی، علی خمینی، نمیدونم حسین شریعت مداری، هاشمی رفسنجانی، همشون در مورد این مسئله شروع کردن فحاشی کردن با آیت الله منتظری و فرزندش. حالا احمد منتظری رو به جرم اینی که فایل آیت الله منتظری رو پخش کرده، بهش این نسبت رو دادن که کار تو اقدام علیه امنیت ملی است و متهمش کردن. حالا میتونن در دادگاه حتی اعدامش کنن، هیچ بعید نیست. از این آدمای با شرف، از این آدمایی که حکومت آقا امام زمان رو دارن ادامه میدن، اولین حکومت الله رو بر روی کره زمین پیاده کردن، هیچ بعید نیست که یه آدمی رو، پسرش رو بگیرن اعدام کنن، بگن آقا تو با این پخش این واقعیت ها میخواستی به نظام لطمه بزنی. اما یه اظهار نظر یکی از این کسانی که در این طویله مجلس عضو هیئت رئیسش هم هست براتون میخونم، تا بفهمید که همین انانگر، یعنی بفهمید که همه میدونید، تا ببینید که گند کار چجوری بالا اومده که شوری قضا رو حتی آشپزم احساس کرد. امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید برخی از مدیران جمهوری اسلامی معتقدند باید سهم خود را از سفره انقلاب برداشت کن. بذارید تو تب خونم ببینید که این دیگه از خودشونه، این که دیگه ماها ضد انقلاب نیستیم که. ببینید چی میگه. وی ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی را ماحصل یک چرخش ایدئولوژیک در مدیران کشور دانسته که به پست‌ها به عنوان یک طعمه دنیایی نگاه می‌کنند. این نماینده با انتقاد از فقدان یک سیستم نظارتی آهنین مشابه کشورهای غربی در ایران افسوده، قالب افراد میبینن که کسی مراقب آنها نیست، میگوین چرا ما نخوریم، چرا ما نبریم. خب یکی از ایشون نیست بپرسه و مردک تو که تو اون طویله مجلسی میگی مثل غرب نظارت میکنن، به اون رهبرتون بگو، به اون روزخان بزرگ بگو آقا تو مملکت رو در ید قدرت خود گرفتی، یه عده لات، یه عده ارازل و باش و چاقوکش رو به جان مردم انداختی، همه رو خفه کردی. خب معلومه وقتی که نظارت نباشه، وقتی کسی اظهار نظر نتونه بکنه. ولی اینا، این تصویر آقای امیر حسین قاضی زاده هاشمی، خب معلومه اینا به قول تو همه رو میخورن. این نماینده میگوید این گونه افراد اعتقاد دارن
سفره انقلاب پهن است و سهم خود را از آن برداشت میکنه. این نماینده این نوع افراد را دارای خوی اشرافی جری دانسته و اضافه کرده که آنها در هر دو جناح اصلاح طرف و محافظه‌کار وجود دارند. حرفی که از اول ما زدیم، ما نه محافظه‌کار داریم، نه میانه رو داریم، نه تند رو داریم. همه اینا سر تا پا یک حرواس هستند. اینو من بارها گفتم. اینا اعتقاد دارن که این سفره که پهن شده باید استفاده کنن. میبینید از هر دو جناح میخورن، میپاشن، پولاشونو میارن در خارج از کشور. اگه خواستین من آدرس ها رو اینجا میدم براتون. ولی کیه که اینجا قبول بکنه؟ اونجا مردم رو چاپیدن، شکنجه دادن، آزار دادن، پولا رو برداشتن اومدن اینجا در کالیفرنیا، در بسیاری از مهمترین ایالات آمریکا و در کانادا، ونکوور. برید ببینید خانه های میلیاردی خریدن، میلیونی خریدن، میلیاردی تومانی عرض میکنن. چاپیدن دیگه، چاپیدن. اینا اومدن اسلام رو پیاده کنن، اینا اومدن حکومت علی رو پیاده کنن، اینا اومدن به قول خودشون جلو دزدی رو بگیرن، جلو فساد رو بگیرن، ایران رو مستقل کنن. ببینید به چه روزی انداختن مملکت ما رو. بعدم دیدن گند کاراشون در اومده، چیکار میکنن؟ با این به اصطلاح چیزای ناوهای کوچک، نمیدونم حالا اسمش یادم رفت، راه افتادن دورور این ناوهای آمریکایی، دارن تحریک میکنن که اونا تیراندازی کنن، بگن ما با به اصطلاح شیطان بزرگ در افتادیم تو این شرایط. و دائم دارن از این کارا میکنن تو خلیج فارس. دوباره امروز یک شناور آمریکایی گفته اینا نزدیک شده، تیر به اصطلاح هشدارم زدیم ولی گوش نکردن، ما رامونو منحرف کردیم. ولی این همیشه این اتفاق نمیفته. و روزخان بزرگ که در همه کارها خودشو محق میدونه که اظهار نظر بکنه، سیاست‌های کلی خانواده رو ابلاغ کرده. بر اساس این سیاست‌ها نهادها باید برای افزایش فرزند آوری، پیشگیری از طلاق، حمایت از نقش مادری، همسری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه تلاش کنه. یعنی زنا هیچ نقشی نداره. نگفته زنان میتونن در فعالیت‌های خارج از منزل شرکت کنن. یعنی خودشو محق میدونه بگه زن فقط مخصوص اینه که بشینه تو خونه، بچه داری کنه، از همسرش نگهداری کنه. این مرده که اقتصاد و بیرون خانه رو اداره میکنه. یعنی زد به سیم آخر دیگه طرف. علی خامنه‌ای در این سیاست ها به صراحت نقش رسالت زنان را به همسری، مادری و خانه‌داری محدود کرده و نقش اقتصادی در خانواده را مختص مردان دانسته. دیگه بهتر از این میخواین؟ در بهشت رو باز کرده. مملکت که با 80 میلیون داره تقریبا همش بیابان میشه، ایشون میگه ما 150 میلیون باید جمعیت داشته باشیم. چه جوری؟ آخونده دیگه. تصورش اینه که اگه 150 میلیون جمعیت داشته باشه، خب اینا رو میتونه بفرسته تو جنگ، برن رو مین، بفرسته نمیدونم تو جبهه های سوریه، بفرسته تو یمن، بفرسته سومالی، هر جای دیگه. اینا کشته بشن تا آقا بشه رهبر کشورهای جهان. خب عمیران کرامی، داشتم گزارش ها رو نگاه میکردم از برکات جمهوری اسلامی در همه زمینه ها بهره میبردم که ناگهان چشم به این خبر افتاد که آقای دکتر سعید مرتضوی، یعنی یه مرده که عقب افتاده که از دهات‌های یزد در سن 18 سالگی تشخیص داد مثل نقدی که در این جمهوری جهل و جنون برای ترقی بایستی تمام امکاناتش رو
در آزار و اذیت و قتل و جنایت و دزدی بذاره تا بتونه ترقی کنه. میاد در یزد و در اونجا یه دادگاه شرع رو میره دورش رو میبینه. بعد میاد در تهران، به علت خوششخصی هایی که در تهران انجام میده فوری میبینن که این آدم بسیار واردیست و انگ رژیمه. او رو میارن در چندین دادگاه میذارن و نشون میده که مطلقا به دادگاه و قانون و قضا و اینا اعتقاد نداره، فقط گوشش به بیت رهبریه. یهو این تبدیل میشه به قصاب مطبوعات. تمام مطبوعاتی که در این شعبه به اصطلاح دادگاه که این رئیسش بوده میارن، همه رو بدون استثنا محکوم میکنه و روزنامه‌شون تعطیل میکنه. میبینن عجب موجود خوبیه، این به درد رژیم میخوره. مثل نقدی که ترقی کرد و در اثر دزدی و در اثر جنایت و این کارا، یا همه بقیه دیگه هم همینطوره. این آوردن کردن دادستان کل انقلاب. در اونجا هم شروع کرد به جنایت کردن. اولا با تهدید سوالات کنکور رو گرفت، بعد فروخت پروندهش هست، فروخت. مثل آقای نقدی که دستی مسلحانه تشکیل داد خونه‌های مردم رو غارت میکردن، پروندهش هم هست. شروع کرد سوالات امتحانی رو فروختن. علاوه بر این شروع کرد از یه عده از خانواده های زندانیان پول گرفتن، اخاذی کردن، همه پرونده ها هست. بدون این که تحصیلاتی داشته باشه شروع کرد در دانشگاه ها در تدریس کردن، اینا مدارکش هست. بعدم جنایت در دادگاه های مختلف، بسیاری از جنایاتی که انجام شد به دست این مردک انجام شد. بعد ایشون رو آوردن، آقای احمدی نژاد بهش پاداش داد بعد از اعتراضات شدید مردم و حتی از خودشون، اونایی که این بهشون توهین کرده بود با وجود که قدرت داشتن. آورد احمدی نژاد به این پاداش داد، اینه که رئیس کنترل ارز و قاچاق، یعنی گوشت گذاشت دهن گربه. ایشون هم اومد در اون پست نشست و شروع کرد حیف و میل کردن. بعد از اونجا ایشون آوردن کردن رئیس تامین بیمه، تامین بیمه های تامین اجتماعی. براتون میخونم. اولا بردنش دادگاه. وکیل مدافع شاکیان سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی خبر داد که دادگاه اتهام سعید مرتضوی را تصرف غیرقانونی اعلام کرده و درخواست شاکیان مبنی بر اعلام اتهام اختلاس را نپذیرفت. در همین حال سعید مرتضوی نیز پس از پایان چهارمین جلسه دادگاه خود مدعی شد که در اکثر اتهامات از جمله فروش شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی تبرئه و بیگناه شناخته شده. این جالبه، دادگاه تموم شده، حالا رئیس دادگاه و هیئت به اصطلاح دادگاه، چه می‌دونم هیئت رئیس دادگاه، بعد برن نظر بدن، بعد پرونده رو بخونن، مدافعات وکلا رو ببینن، اینا بعد نظر بدن. ایشون رئیس دادگاه صداش کرده گفته ما تو رو تبرئه کردیم. چرا؟ به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مصطفی ترک همدانی وکیل شاکیان سعید مرتضوی گفت که وکلای شاکیان عنوان اتهام مرتضوی را اختلاس می دانند، اما رئیس دادگاه عنوان تصرف غیرقانونی را مد نظر دارد. گفته این اختلاس نیست که، شما میگین اختلاس. اما این جالبه که میخوام تعداد بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی بنها و کارت‌های هدیه‌ای را در اختیار برخی از مدیران دولت احمدی نژاد و نمایندگان مجلس قرار داده که از جمله آنها
اختصاص 50 میلیون تومان کارت هدیه به محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، یعنی احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران. در این گزارش همچنین سعید مرتضوی متهم شده که بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا با ارزش بیش از 50 هزار میلیارد تومان را به 1/3 قیمت و تنها با پرداخت 17 هزار میلیارد تومان آن هم به صورت چک تضمینی در اختیار بابک زنجانی قرار داد. 138 شرکت تأمین اجتماعی رو داده با آقای بابک، 138 شرکت که همه سودده بوده داده. حالا دادگاه اینو تبرئه کرد. شما میخواین حکومت آقا علی در ایران رو به شک کنی که یه آدم بدبخت که 1 میلیون میدوزه دستشو قطع میکنه، انگشتاشو قطع میکنه، میلیارد میلیارد آقای محصولی، آقای شهردار، آقای سعید مرتضوی و بقیه میخورن ولی هیچ کس بهشون کاری نداره. این از برکات حکومت آقا امام زمانه. اینا اسم امام زمانم خراب کردن. با آقای محصولی گفتن این میلیارد میلیارد پوله که شما دارید، سردار محصولی از کجا اومده؟ گفت من با آقا امام زمان شریکم. همین بابک زنجانی گفت من یک آدم اقتصاددان حزب اللهی هستم و انقلابی هستم. راست میگه. یه هفتیر هم دارن دستش، گفتم برو آدم ها رو بکش. این خوششخصی ها رو کرد ولی بدبخت مردک اومده میگه من جلوی ویترینم، پشت سرم، برای همین هم دارن خفش میکنن. اما دیدن خب با خفه کردن این دیگه بقیه هم دیگه نمیرن دنبال اینی که ویترین بشن. حالا معلوم نیست چی کارش خواهند کرد. واقعا آدم گیج میشه. در جمهوری جهل و جنون شما نمیدونی عاقبت آدم ها چیه. یهو ناگهان فردا اعدامش میکنن. بعد هم میدونید که شهردار تهران بازرسی کل کشور گفته که ما یه نامه محرمانه نوشتیم. معلوم نیست چرا این نامه محرمانه لو رفته. ما قصدمون نبوده که این موضوع رو برداریم تو روزنامه ها و اینا بیاد. ما خواستیم به شهردار تذکر بدیم که یه همچین مواردی هست. حالا اون موارد چیه؟ شهرداری سایت معمار نیوز چند روز پیش گزارشی را از سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرد که بر اساس آن، گوش کنید، شهرداری تهران 1,100,000 متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش 100,000 میلیارد تومان را با تخفیف ویژه و قیمت غیر واقعی و بسیار پایین به برخی افراد واگذار کرده. نام برخی از اعضای شورای شهر تهران، نمایندگان مجلس و خبرنگاران صدا و سیما هم در این لیست وجود دارد. خب شما میخواین این آدمایی که تو این تحویل مجلس نشستن دارن از این خانه گسترده به قول اون یارو استفاده میکنن، خب بیان تعقیب بکنن آقای قالیبافو، حق حساب میگیرن. نشسته خونه های با ارزش در صاحب قرانیه، در زعفرانیه، در اینجاها. نخیال کنیم مثلا تو جنوب شهر خونه های چند میلیاردی رو برشیده نمیدون. اما میخوام براتون وقاحت آخوندی رو بگم. علم الهدا رو همه شما میشناسید، همینان گرام آخوندی که در خراسان خودش رو همه کاره میدونه. یه موقع بود اونجا به طبسی میگفتن که سلطان خراسان. حالا طبسی که مرد، حالا به جای طبسی دو تا طبسی اومده. یکی علم الهداست که نماینده ولی فقیه در به اصطلاح خراسانه و داماد ایشون یعنی ابراهیم رئیسی، اون جانی که جز اون 4 نفری بود که آقای منتظری بهش اشاره داره، ایشون شده رئیس یعنی تولیت آستان قدس رضوی. خب حالا همه استان، 3 استان خراسان افتاده در دست
این مردک اعلم الهدا و دامادش و چپاول میکنن. بگذاریم ایراد گرفتن از این که آقا شما دارین اینجا رو چپاول میکنین. ببینی چی گفته آیت الله اعلم الهدا در مورد دارایی های خود نیز گفت نه منزل استیجاری دارم، یعنی نه اجاره نشینم و نه ملکی دارم، با احتساب نواده ها و نبیره ها که تعدادشون 27 نفر است، من مستمری بگیر تأمین اجتماعی هستم و 2,200,000 تومان میگیرم. گاهی پس و پیش این ور اون ور میشه حقوق من، ولی همین حدودا تقریبا. شما تصورشو بکنید این مهدک چه دروغی میگه. همه تو خراسان شاهد این هستن که اینا چگونه دارن غارت میکنن. حالا میگه من نه خونه اجاری دارم نه ملکی دارم، 2,500,000 تا میگیرم از تأمین اجتماعی، یه خونم تأمین اجتماعی به من داد. یه خبر دیگه میخوام بهتون بدم تا وقاحت آخوندی رو بیشتر متوجه بشیم. قرار رهبر جمهوری اسلامی بره به خراسان جنوبی برای بازدید، یه جایی به اسم نهبندان. فرماندار اونجا ناگهان اعلام کرده که یک معدن بزرگ طلا اینجا کشف شده، با این تأکید که این از قدم مبارک مقام معظم رهبری است که به محض اینکه اعلام کردن من میخوام بیام در نهبندان، یهو خبر اومد که در اینجا یه معدن طلاست که 4,000 تن طلا توشه و این کمک آقا امام زمان و اهل بیت که با اومدن آقا به اینجا این خبر خوشم به اطلاع اهالی رسانده میشه. اما یه خبر دیگه هم براتون بگم که خیلی باعث شادمانیه. تازه ترین نتایج نظرپرسی ملی میگه که از رشد مصرف نوشیدنی های الکلی و مصرف همزمان چند ماده حکایت دارد. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی در یک نشست خبری این مطلب را اعلام کرده و به تشریح برخی از نتایج این نظرپرسی پرداخته. روشنپژوه اعلام کرده که این نظرپرسی نشان می‌دهد تدخین در حال حاضر بیشترین شیوه مصرف مواد مخدر در ایران است، یعنی کشیدن. معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی از سیگار به عنوان رتبه اول مصرف مواد دخانی در ایران نام برده و گفته مصرف الکل در رتبه بعدی این نظرپرسیه. اینا اومدن اسلام رو پیاده کنن، مردم ایران الکلی کردن، معتاد کردن، بدبخت کردن، بیچاره کردن و در دنیام آواره و بی آینده. سپاسگزارم میهنانی گرامی که به برنامه امروز من توجه کردید. با سپاس از امیر شهرتی در کارگردانی این برنامه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.